اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در دوران سلطنت پهلوی از مونترو سوئیس با ماست. آقای زاهدی، منتقدان شما میگن که مخالفت شما با تحریم نتیجه جز تقویت جمهوری اسلامی نداره، چه بسا در این شرایط نوعی حمایت هم تلقی میشه. آیا شما از جمهوری اسلامی حمایت میکنید؟ اولا راجع به دولت یا جمهوری اسلامی هیچ وقت صحبت نکردم و نمیکنم. در این موضوع عقیدم بوده و هست و ایرانیایی که در ایران هستند و اینجا ما خوش میگذریم و ناحت میخوریم و نون ندارن دوا ندارن، دلم با اوناست. وظیفه خودم میدونم، اونها هم برای خودم برادران خواهران خودم میخوام. من هیچ وقت نخواستم یه طرفی بگیرم. و اما راجع به این که با چه بکنیم، چرا نه، برای با مملکتمون همه چی داره مسلمه. و امروز همین چند روز پیش خودتون تو اخبار گفتید که فوزه‌ای که هوا کردیم برای که برای چیزای هر شد که ماهواره و غیره داشته باشه ایران، توی شد آمدن گفتن نه این بر اتمه. در اسرائیل و امریکا در این چیزا با هم شریکن متاسفانه و این صحیح نیست. در زمان قدیم، زمان نیکسون، زمان جانسون، اونا سعی کردن ما با همسایمون روابط حسنه داشته باشیم. حالا اینا آمدن سیاست دیواید اند رول اونا رو بخوان چوبا رو، ولی هر کاری دلشون میخواد که هر دو مملکت برای خودش. حق ندارن. این پول هایی که گفته میشه مال مردمه، مال زن و بچه ایرانی است. این پولا در که دادیم برای خرید بوده قبلش هم، و این از لحاظ قوانین بین الملل خلاف قوانین بین الملل. اینها آمدن مذاکرات کردن، 5 سال دیپلماتای ایران الحق و انصاف زحمت کشیدن، از خودشون چیز شخصیت نشون دادن، صبر و حوصله، امضا کرد امکستاد. ایشون رئیس امریکا آمد گفت ولی چون این آدم سیاه بوده در که من مخالفم. اینها در امروز مسخره است و هر کسی قبول نمی کنه. نمی تونیم بگیم اون چی که مال منه مال منه، اون چی هم که مال شماست مال منه. باید انصاف داشت، باید شرف داشت و باید قضاوت روی شرف و وجدان باشه. اما ایرانی هایی که در خارج میگن برید اونجا بمب بندازید و یا اونجا قوا بکشید، به نظر من اونا ایرانی نیستن دیگه. اونا شرافت خودشونو، به قدیم هم گفتیم اینها پستان مادر گاز میگیرن، این بدترین چیز ایرانی است. از خارج پول بگیرن، تازه با چه جور میخوان برن ایران. من افتخار میکنم به قدرت ارتش ایران که اینقدر به گند خورده برای مملکتش، به همین دلیل با یه جنرالش بد بودن. شما یه چه کساحتکاری ها برخلاف قوان کردن. اما به سایل میگن شما ها تروریست هستید، تروریست هستید، کساحت ترور میکنن جلو براتون، بعد هم به عرض شما پایوش میگن که ما افتخار میکنیم این کار کردیم. اینا غلاف از فرقت وجدان مذهب و غیره. شما اگر وقت داشتید با صورت دیگه بطورت. آقای زاهدی، اتفاقا اشاره اخیرتون اگر اشتباه نکنم به آقای سلیمانی بود. شما بله شما گفتید که در مورد حکومت ایران حرف نزدید، ولی خب از آقای قاسم سلیمانی تمجید کردید. خواسته یا ناخواسته فکر نمی کنید که به طرف حمایت از جمهوری اسلامی کشیده شدید؟ ببینید آقا، هر کی هر چی دلش بخواد بگه، این افسران، این جوانها از پایینش گرفته بالا، حالا سیویلش هم بد میگم چون راجبه، این کسان به قرآن خودشون، به مملکت خودشون سوگند خوردن و نشون دادن چه در خلیج فارس، چه برتیکه بالا وزیر خارجه امریکا، اپال ابو عربی که بچه کسی راش نمیداد، حالا به اون قیافش آمده شده وزیر خارجه، وزیر خارجه اینطور احمقانه صحبت میکنه. اینها آمدن میگن این آدم برای مملکتش خدمت کرده، برای مملکتش جنگیده، در مقابل اسرائیل اون وقت رئیس اون وقت که برای خودش بر چیز مالی داره، محکمه ای داره، یتن پتون من یهوم، این مردی که آمده میگه بله ما به آقای رئیس جمهور گفتیم این کار بکن. اگه واقعا امریکا اینقدر بدبخت شده که اون بهش این حرفا رو بزنه، باز تاسف. بنابراین دوتا میشه چهار تا. اینا مملکتش بوده، دفاع کرده، برای وجدان خودش هم رفته تا جایی که نابودیش کرده. من افتخار بهش میکنم، افتخار بهش میکردم، افتخار بهش خواهم کرد. اینها خون خودشون برای مملکت شد دادن. اینا قابل نه اونهایی که خودشون امروز در خارج فروختن به یه سیاهی یا عرب یا غیره و میخوان چه جور میخوان بریم ایران بگیریم. آیا با اینا کسی رو دارن در ایران؟
آیا با ارتش خارجی بخوایم بیاریم یک عراق دیگه درست کنیم، یک افغانستان دیگه درست کنیم، یک ارشد که سوریه دیگه درست کنیم که همش توش بوندن، خود رئیس جمهور داره سعی میکنه دخالت در کارهای ارشد که در افغانستان رو به جای هم نمیرسه. بنابراین من در اینجا اگر او آینده ایران بذارید خیلی خطر مفید بده. ایران امروز 60 میلیونش تحصیل کردن، یعنی میتونن بخونن و سواد دارن. 40 میلیون از این 60 میلیونش دکتر و مهندس و وزارت مدرسه رو دانشگاه در این حال رفتن. از این 40 میلیون 30 میلیونش کار میکنه یا دکتر یا تخصصی. از این 40 میلیون که دکتر و غیره هستن 20 میلیون از این 30 میلیون زنن. یک سرمایه‌ای است که خیلی کشورها ندارن در این آتی ایران. جوانهای ایران کسانی هستند که اراده دارن دولت خودشونه بیارن و ببرن. میفرمایید که ایران بله میفرمایید که ایران از نظر منابع انسانی جایگاه خوبی داره، ولی بعضی میگن که بله میگن که برای تغییر وضعیت فعلی ایران در سطح بین المللی که خب ایران دچار مشکل هست، باید حکومت ایران رو وادار به تغییر رفتار کرد، یا حتی بعضی میگن که باید به تغییر حکومت رو آورد. چطور شما مشکل رو بیشتر در آمریکا میدونید تا حکومت آمریکا؟ تنها نیست، آمریکا شرکشن، از اسرائیل شه، از سعودی شه، اینها در برابر ایران به زانو در آمدند، حالا میخوان با خلاف قانون و غیره هر کاری کردن، خلاف قانون سازمان ملل هستن که خودشون توش رای دادن. این مال چیز مال فرض کنید مال اتم ایران. من اردشیر زاهدی در 1968 اول در انگلستان سفیر بودم، ارشد که چه پروتکلش امضا کردم، بعدم اساسیشو 6 8 ماه دیگه وزیر خارجه بودم. حق ایران بوده، حق ایران هست، حق ایران خواهد بود. تا اون روزام که اینا میدیدن از ما میتونن چیزی بکشن، از وستینگهاوس و از آلمان و غیره میامدند و میخواستن اونجا با هم، بعد آمدن سیاست برقرارش کردن تحت مبادا اسرائیل اومد که کتاب نوشتن، نمیخوام وقت تو رو بگم، باید چیز با تمام کنگره رو برای ایران خواسته بره عربستان، اسرائیل بزن عربستان، اینا تمام مرکز خودش زندانی بود، آوردن در چیز گرفتن حبسش کردن در سوئیس، در لوز، در ببخشید در زوریخ. بنابراین اگه زور میخواین بر علیه ایران بگید، بگید من طرفدار هر کسی بگه هستم. دولت ایران امروز مال مردم ایران، اون جوان ها هم تصمیم برای خودشون میگیرن، ولی ما حق نداریم که گذاشتیم رفتیم پولم برداشتیم و آوردیم آمدیم اونجا میگیم لنگش کن، این هم خلاف شرفه. من هر ایرانی که از خارجی پول بگیره یا هر خارجی برای مملکتش، فرق نمیکنه ایرانی غیر، اگر خودش رو بفروشه برای خاطر پول و مقام یا ویزا داشتن، این آدم به درد شرافت نمیخوره، شرافت من نیست. ایران هم از اون بیداری است که ببین زیبل از امروز ماشاءالله خودش برای خود ما چندین میلیارد بود دادیم که اینا همش اون پلو شونه، براشون طیاره بخریم، رکس بخریم، کوف بخریم، زهرمار، اینا خودشون درون درست میکنن، اینا خودشون زیر دریای درست میکنن، اینا خودشون هواپیما درست کردن. من به اینا افتخار میکنم، خلیج فارس رو دارن نگهداری میکنن. بعد حالا آقای وزیر خارجه امریکا بگه خلیج عربی غلط کرده، از کجا خونده، در چه بوده. بنابراین سه صریح به تو بگم، آتیه ایران مال جوانهای ایران و من بهشون سر تعظیم دارم، بهشون حسادت نمی کنم، چون اینا از خودم هم فهمیده ترن، هم واردترن، هم مواصل چیزهای زندگی امروزی دارن. متشکرم. حتی در مسجد بونم هر شد کمپیوتر و غیره هست، ولی کسی دیگه بخواد برای اون تصمیم بگیره نه. من رو نمیگذارم. شما دخالت خارجی رو در هر شکلش رد کردم. ممنونم از اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در دوران سلطنت پهلوی از مونترو سوئیس با ما.